یکی از مسائلی که سپاه داره به ملاها میگه که میدونید که ما حفظتون کردیم، یعنی واقعا اگر سپاه و بسیج نباشن و تکیه بر نیروی نظامی و نیروی سرکوب نباشه، حالا چه در جنبش دانشجویی 78 چه در 88 96 97 98 و 1401، اساسا نیروی اصلی که میاد و حفظ میکنه حکومت رو سپاه و بسیجه. و به این معنا پس به ملاها میگه که خیلی خوب، حالا که من شما رو حفظ میکنم، قدرتتون رو حفظ میکنم، پس بایستی که امتیازات بیشتری رو به من بدید و دادم. یعنی شما الان مجلس، دولت، حتی قوه قضاییه، پروژه های عظیم اقتصادی در همه این مسائل امنیتی، الان سپاه، سازمان اطلاعات سپاه خیلی قوی تر از وزارت اطلاعاته و تمام جریانات دیگری که وجود آورده، بنابراین الان سرنوشت حکومت با سپاه گره خورده و همینطور که اشاره کردید ببینید در بحث برجام گفته اگر میخواید من بتونم این وظیفه پاسداری که عبارت از پاسداری از حکومت ملاها یا رژیم ولایت فقیه رو کامل انجام بدم، پس باید از لیست تروریستی درم بیارید تا بتونم اون کار رو کامل انجام بدم.